مستندات تاریخی در رابطه با استقلال افغانستان. امان الله خان چه کرد؟ پس از کشته شدن امیر حبیب الله، امان الله خان در بعد از ظهر روز جمعه در مقابل قصر سلام خانه در کابل برای سربازان خود در تاریخ دوم حوت سال 1297 خورشیدی سخنرانی کرد. امان الله خان در این سخنرانی با اعلام آزادی و استقلال افغانستان تمام پیمانهای گذشته با دولت انگلستان را لغو کرد. چند روز بعد در تاریخ نهم اسفند سال 1297 خورشیدی در مسجد عیدگاه کابل در حضور رجال مهم مملکتی و اهالی شهر مراسم تاجگذاری رسمی صورت گرفت و امان الله خان به عنوان وارث قانونی و بر حق تاج و تخت پادشاه افغانستان شناخته شد. اولین سند رسمی استقلال افغانستان. امان الله خان بعد از اعلام رسمی پادشاهی خود، اعلامیه مفصلی را در سراسر افغانستان چاپ و منتشر کرد و در این بیانیه که اولین سند رسمی اعلام استقلال افغانستان به شمار می رود، استقلال و حاکمیت آزادانه افغانستان را اعلام کرد. بعد از مدت کوتاهی که امان الله خان به اوضاع مسلط شد، نامه‌ای برای لارد چلسفورد نایب السلطنه هند فرستاد و ضمن اعلام پادشاهی خود و استقلال افغانستان برای امضای قرارداد جدید بین افغانستان و انگلیس ابراز آمادگی نمود. چند روز بعد نامه دیگری با امضای محمود طرزی مسئول روابط خارجی افغانستان و مقامات انگلیسی فرستاده شد. طرزی در این نامه مقامات انگلیسی را از تشکیل وزارت خارجه افغانستان و سرپرستی خود مطلع ساخت و به همین ترتیب به مقامات روسیه، ژاپن، آمریکا، ایران، فرانسه و ترکیه نیز نامه‌هایی فرستاد و به کشورهای مذکور از استقلال افغانستان خبر داد. سنزل نوید در کتاب افغانستان در عهد امانیه آورده است. تشکیل وزارت خارجه بلافاصله پس از نشستن امان الله خان به تخت پادشاهی خود نشانه تصمیم بیچون و چرای امان الله خان برای دستیابی به استقلال کامل افغانستان بود. امان الله خان بدون اینکه از جواب دولت انگلیس مطلع شود، استقلال کامل افغانستان را به صورت یک جانبه اعلام کرد و به این ترتیب آمادگی خیش را برای مقابله با انگلیس آشکار ساخت. بر اساس نوشته مصباح‌زاده در کتاب آغاز و فرجام جنبش‌های سیاسی در افغانستان، در تاریخ 13 اپریل امان الله خان در کابل در حضور درباریان و جمعی از مردم بار دیگر در رابطه با اعلام استقلال افغانستان سخنرانی کرد. امان الله خان در این سخنرانی که سفیر انگلیس نیز در آن حضور داشت گفت: من خود و مملکتم را از نگاه داخلی و خارجی کاملا آزاد و مستقل و خود مختار اعلام نمودم. مملکت من از این به بعد مانند سایر ممالک و قدرت‌های جهان مستقل خواهد بود. به هیچ قدرت خارجی به اندازه موی هم اجازه داده نخواهد شد که در مسائل داخلی و خارجی ما مداخله نماید و اگر کسی خواسته باشد به این امر دست زند، گردنش را با این شمشیر خواهم زد. سپس امان الله خان رو به سوی نماینده انگلیس در کابل کرد و گفت: ای سفیر، آنچه من گفتم فهمیدی؟ و سفیر پاسخ داد: بله. در همین حال حادثه جالیان والا باغ هندوستان اتفاق افتاد که در این حادثه صدها نفر از اهالی هندوستان به فرمان یک افسر انگلیسی در ناحیه جالیان والا باغ امرتسر کشته یا زخمی شدند. بعد از این واقعه جمعی از مردم هندوستان به امان الله خان نامه نوشتند و او را از وضعیت رقتبار مردم هند آگاه ساختند. در بخشی از این نامه آمده است: اعلی حضرت اطلاع دارند که ظلم و ستم انگلیسی ها در هندوستان بیش از حد زیاد شده و
مردم هند در نظر دارند که یک مبارزه عمومی را بر ضد انگلیسی ها شروع نمایند. چشم امید ما به شما است، زیرا شما می توانید ما را از ظلم بی حد انگلیسی ها نجات دهید. نامه مذکور در تاریخ 15 اپریل به دست امان الله خان رسید و بسیار متاثر شد و پس از مشورت با همکاران خود تصمیم گرفت که یک جرگه بزرگ ملی تشکیل دهد. امان الله خان در این جرگه سخنرانی بسیار حماسی ایراد نموده و اعلام کرد: وقت آن رسیده است که مردم افغانستان بر علیه دولت بریتانیا قیام نمایند. هنوز چند روز از پایان جلسه لوی جرگه نگذشته بود که نامه نایب السلطنه در جواب نامه امان الله خان به کابل رسید. در این نامه از شناسایی استقلال افغانستان سخنی به میان نیامده بود و تنها بر روابط بر اساس قراردادهای قبلی اشاره شده بود. اعلام جهاد بر ضد نیروهای انگلیس. امان الله خان به این نتیجه رسید که انگلیس از طریق دیپلماتیک استقلال افغانستان را به رسمیت نمی شناسد. بنابراین علیه نیروهای انگلیسی اعلام جهاد کرد. وی اقدام به بسیج همگانی مردم کرده و دستور اعزام نیرو به جبهه ها را صادر کرد و اقشار مختلف مردم افغانستان با شور و شوق برای رفتن به جبهه ها به جوش و خروش افتادند. بعد از بسیج مردم و اعزام یک هیئت دیپلماتیک به روسیه و کشورهای اروپایی جهت معرفی افغانستان به عنوان یک کشور مستقل، نیروهای نظامی افغانستان از 3 جبهه مختلف به مناطق مرزی اعزام شدند تا به برقراری امنیت مرزها بپردازند و در صورت لزوم با متجاوزین برخورد نمایند. آغاز جنگ با انگلیس. هنوز نیروهای نظامی به طور کامل در مرزها مستقر نشده بودند که جنگ در منطقه شرقی آغاز شد و صالح محمد خان قبل از آن که دولت افغانستان با شکل رسمی اعلام جنگ کند، بدون هماهنگی با مرکز و سایر جبهات در 13 اردیبهشت 1298 جنگ را آغاز کرد. پس از حمله نیروهای افغانستانی، انگلیسی ها 7 روز بعد از زمین و هوا عملیات تهاجمی خود را آغاز کردند که در اثر بمباران هوایی 120 نفر از اهالی منطقه کشته شدند و سپهسالار محمد صالح خان نیز زخمی شد و جبهه جنگ را ترک کرد و در نتیجه انگلیسی ها وارد خاک افغانستان شدند و منطقه دکه را اشغال کردند. در این جنگ بیش از 400 سرباز افغانستانی نیز کشته شدند و جنگ سوم افغانستان و انگلیس این گونه آغاز شد. قطع روابط میان افغانستان و انگلیس. پس از آغاز جنگ، مناسبات دولت افغانستان و انگلیس قطع شد و انگلیسی ها عبدالرحمن خان سفیر کبیر افغانستان را از دهلی اخراج کردند و دولت افغانستان نیز حافظ سیف الله سفیر کبیر انگلیس را از کابل اخراج کردند. بعد از اخراج سفیر انگلیس، این کشور شهر جلال آباد را بمباران کرد به طوری که 2/3 شهر ویران شد. در 2 خرداد 1998 شهر کابل نیز بمباران شد و 4 بم در نقاط مختلف شهر انداختند. یکی از اهداف این بمها کاخ سلطنتی و کشتن امان الله خان بود و بمبی هم به اتاق خواب امان الله خان نیز افتاد، اما او در زیرزمین برج شمالی ارگ پناه گرفته بود. بعد از بمباران کابل، بعضی از اعضای دولت به امان الله خان پیشنهاد کردند که کابل را ترک کند و به پغمان برود. اما آنگونه که در کتاب آغاز و فرجام جنبش‌های سیاسی افغانستان آمده است، امان الله خان این پیشنهاد را رد کرد و گفت این حرکت به ضعف رجال دولتی و حکومت و بی‌نظمی امور امنیت عمومی منجر می شود. حیات شخص من از حیات افراد جامعه ارزشمندتر نیست. این ایام جهاد فی سبیل الله است.
در ارک شهید شوم و یا در کوه و صحرا فرقی ندارد. توکل من و همه اهالی و ملت افغانستان به خداوند بزرگ است. طبق نوشته سنزل نوید، راه اندازی نیروهای نظامی به نام جهاد اقدام فوق‌العاده مؤثر بود، زیرا عملیات نظامی در مقابل انگلیسی ها در افغانستان از مدت ها با احساسات و مفاهیم مذهبی توأم بوده است. اعلام رسمی جهاد احساسات عمیق اسلامی روحانیون را برانگیخت و حتی آن عده از روحانیونی که بنابر علایق دیرینه مذهبی از نصرالله خان برای جانشینی وی برای سلطنت دفاع می کردند، اکنون خود را مکلف می دیدند که امان الله خان را به عنوان یک حاکم مشروع و قانونی به رسمیت بشناسند. سرانجام استقلال افغانستان به دست آمد. پس از بمباران کابل و جلال آباد و خسارت هایی که به مردم وارد شد، انگلیسی ها تلاش کردند امان الله خان را مسئول خون های ریخته شده معرفی نمایند. هرچند که آنان موفق به این کار نشدند و مردم با سر دادن شعارهای الله اکبر و مرگ بر استعمار انگلیس، انگلیسی ها را مسئول جنگ خواندند. با وجود این احساسات، عده‌ای از بزرگان شورا و اعضای هیئت دولت خواستار برقراری صلح بر اساس قرارداد بین امیر حبیب الله و انگلیس شدند. طبق نوشته بسیاری از نویسندگان، پیشروی و مقاومت نادرخان که بر اثر همکاری فعال علمای قدرتمند قبایل منطقه به دست آمد، انگلیسی ها را به پای میز مذاکره کشاند که در نهایت به استقلال افغانستان انجامید. ولی برخی از مورخان معتقدند که برغم پیشروی در جبهه جنوبی، نیروهای افغان در جبهه مشرق چندان موفقیتی به دست نیاوردند و با توجه به بمباران هوایی و تبلیغاتی که ضد جنگ صورت می گرفت، امان الله خان را مجبور کرد که به تقاضای آتش بس تن دهد. سرانجام یک هیئت نمایندگی و سرپرستی علی احمد خان برای طرح شرایط صلح با همیلتون گرانت، نماینده انگلیس در راولپندی ملاقات کرد. این مذاکره منجر به قراردادی شد که در 8 آگوست 1919 میلادی در راولپندی امضا شد و در آن انگلیس افغانستان را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخت و در 22 نوامبر 1921 میلادی معاهده افغانستان و انگلیس در کابل به امضا رسید. این معاهده که استقلال داخلی و خارجی افغانستان را تضمین می کرد، شرایط تبادل نمایندگان سیاسی بین کابل و لندن را نیز مساعد ساخت. طبق گفته سید قاسم رشتیا، انگلیس با ترس از گسترش شعله های جنگ در مناطق مرزی قبایل پشتون و بلوچ، به زودی حاضر به قبول آتش بس شد. بر رسمیت شناخته شدن استقلال افغانستان از سوی انگلیس، بزرگترین دستاورد جنگ سوم افغانستان و انگلیس بود که امان الله خان آن را بزرگترین دستاورد خود و مردم افغانستان می دانست. نخستین کسی که 28 اسد را جشن گرفت محمد نادر خان بود، اما در 14 اسد 1312 خورشیدی فرمان داد که جشن استقلال از 20 اسد آغاز شود و تا 28 این ماه ادامه یابد. پسرش محمد ظاهر شاه از 1318 جشن استقلال را به 6 جوزا تغییر داد و مناسبت آن موفقیت‌های محمد نادر در جنگ سوم افغان و انگلیس بود و شخص محمد نادر به عنوان محصل استقلال معرفی شد. با سپاس از توجهتان و لطف نموده کانال افغانستان پرس را سابسکرایب نمایید و با دوستانتان شریک سازید.